خوش آمدین همبایتران عزیز و عرض اومد اسم داشته بخش پیم خانه رو تماشا کرده باشین. حالا هم خوشبختانم مهمانجار هستیم و معرفی میگیریم. بله، در این بخش هم آقای سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا با ما هستند، تشریف آوردن در مورد مشکلات برق و تخریب پایه ها که پایه های برق که در این شب و روز در این اواخر همه ما از مشکل بیبرقی رنج میبریم در خانه، در هر منطقه ای که هستیم. حالا میخواییم در مورد تخریب پایه هایی که جدیدن دیروز هم پایه برق تخریب شد بیشتر صحبت ها رو با آقای نیازی داشته باشیم، همراهی من کنیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما کرشما جان و شبانه جان، سلام به بینده های تلویزیون خورشید. خدا کنه که هموطنان ما صبح به خوشی و با روشنی برق آغاز کرده باشند. انشالله ارزمند است و همین گونه باشه. زمانی که من از خانه برمانم خب برق نبود واقعی نیازه. خب میخواییم در مورد برق یا بیبرقی بیشتر از شما بشنیم، پایه هایی که حالا ترمیم میشه، واقعا که از این گذافه مصرف میشه تا ترمیم میشه آماده میشه، یک پایه جور نمیشه وقت دیگه پایه تخریب میشه و قسمی که دیگه آخر در فیسبوک ها زیاد یک حرف دست به دست میشه که میگه آقای نیازی گفتن که 72 ساعت، تا اکنون 72 ساعت پورا نشد که بالاخره برق بیایه. مشنید این مورد از شما. بله، بسیار تشکر. مردم ما حق داره که انتقاد بکنه، ولی انتقاد سالم که او اصلاحات به بار بیاره، نه انتقاد که تخریب کننده باشه، تخریش کننده باشه. شرکت برشنا یک شرکت غیر سیاسی و غیر نظامی هستیم. توان ما امی است که دشمن مردم افغانستان که هر لحظه در کمین است پایه را منهدم میکنه، کارمندان ما شب هنگام میره او را دوباره بازسازی میکنه، ترمیم میکنه، در حالت اولیش میاره تا خانه های مردم ما روشن گرده. ولی از هموطنان ما تقاضای ما ای است که منصفانه قضاوت بکنه. اگر ما هم پایه که دشمن تخریب میکنه او را هم بازسازی کنیم، هم لین کشی کنیم، هم به خانه از یا برق بیاریم، خدمات برق برسانیم، هم پایه را پیرداری بکنیم، امنیتش را بگیریم، خب این منصفانه نخواهد بود. برای حفظ تمامیت ارضی کشور و برای تامین امنیت شهروندان کشور و همچنان تامین امنیت تاسیسات ملی که برق جزء تاسیسات ملی و مربوط به تمام مردم افغانستان میشه، از یکی از وظایف مهم ارگانهای امنیتی کشفی و استخباراتی بخصوص امنیت ملی افغانستان میباشد. ما با نهادهای وزارت امور داخله، نهادهای کشفی وزارت محترم امور دفاع و همچنان امنیت ملی نشست های داشتیم، حتی با مردم محل در این زمینه نشست های داشتیم، در این زمینه نگرانی های خدا همراه از شریک ساختیم، حتی با معاون نخست مقام عالی ریاست جمهوری. این مسئله تنها مسئله برشنا نیست، این به سطح حکومت اصلی مطرح است. خب اگر در یک ولایت برق قطع میشد، خب بازم کار ما نبود، یعنی ما تامین میکردیم، ولی این پروسه که شش ماه میشه، شش ماه همین دی روزم که آخرین پایه، خدا کنه که آخرین پایه باشه که توسط دشمنان مردم افغانستان در جنگل باغ ولایت پروان منهدم شد، 39 پایه شد، 39 پایه در شش ماه گذشته منهدم شده. برعلاوه از اینکه به شرکت برشنا از این ناحیه بسیار زیان زیاد مالی رسیده، در پالویش مردم افغانستان با کمبود انرژی روبرو شده. خب در دیگه دنیا هیچ کسی را قبول نمی کنه. در دیگه دنیا حکومتش، نهادهای امنیتیش عاجل دست به کار میشه. ما خود به عنوان سخنگوی ریاست افغانستان برشنا شرکت در هر برنامه تلویزیونی با شفافیت کامل حاضر بشم، مشکلات، چالش‌ها و رویدادهایی که اتفاق میفته یکایک بر هموطنان ما میرسانیم. در کل راهکاری که باید به خاطر جلوگیری تخریب پایه‌ها صورت بگیره این است که نیروهای امنیتی ما
بخش های کشفی، استخباراتی و اپراتیفی خدا از قبل به مراتب بیشتر فعال بسازد تا دشمن دیگه نتانه با مردم محل کار کنه، یک قرارداد اجتماعی داشته باشه، مردم همکار خود بسازه. همچنان علما دین، ملا امامان، استادان پوهنتونها، متنفذین، محسن سفیدان یا بسیار نقش خوب در تامین پایه های امنیت با مردم صحبت کرده میتانه، مردم راضی کرده میتانه و مردم به مسئولیت هایی که در برابر کشور، در برابر محل، در برابر ولسوالی، در برابر ولایت خود داره خوبتر متوجه کرده میتانه. این راهکارهای است. ما این سلسله را شروع کردیم، از قبل هم تبلیغات میکنیم، از مردم میخواهیم که این کشور تنها کشور حکومت نیست، این کشور متعلق به تمام مردم افغانستان است. ملت هاست که کشورها را آباد می سازه، به قله های بلند زندگی می رسانه. بنان دست با دست هم حکومت هم از مردم متشکل شده. شما می دانین بیشترین رویدادها در شمال کابل و در شمال افغانستان از ناحیه منهدم شدن پایه های برق اتفاق افتاده. این در حالی است که بیشترین سیاسیون، منورین، متنفذین در نظام فعلی حضور گسترده دار. پس چرا اجازه داده میشه که از او سرزمینی که سرزمین جهاد و مقاومت و سیاسیونش به شکل گسترده در نظام فعلی حضور داره، برای یک دشمن اجنبی اجازه داده میشه که بعد او سرزمین پایه برق منهدم نماید، مردم ما را در تاریکی نگاه کنه، اقتصاد ما را با رکود مواجه سازه، شفخانه ها، مراکز صحی ما را به برق بسازه، هموطنان ما را به تکلیف بسازه. در دنیا هیچ ملت وجود نداره که به خاطر تاریکی مردم خود پایه برق منهدم بسازه یا تاسیسات ملی و یا دارایی عمره صدمه برساند. بدبختانه جنگ 42 سال با وجود خود لمس کردیم ولی هنوزم تجربه تلخه نگرفتیم. یک گپ دیگه کرشمه جان عزیزی، شبانه جان، این خیلی خیلی مهم است که از من سنگر نیازی گرفته تا خودت شبانه عزیزی و شبانه جان و کرشمه جان عزیزی، وظایف کل ماست که از خود اصلاح را شروع بکنیم و در این زمینه اطلاع رسانی کنیم، ذهنیت سازی بکنیم، ذهنیت جنگ دور کنیم، ذهنیت صلح، تا که ما قربانی جنگ شویم، تا که بگویم ولا به با چه یک تعمیری است اگر یک راکت بخوره. یعنی این ذهنیت و چه یک پایه است اگر منهدم بسازیم برق تمام کابل و مسیر ولایت قطع میشه. یعنی این ذهنیت به ذهنیت آبادانی، به ذهنیت بازسازی، به ذهنیت صلح باید مبدل شود که این وظایف کل ما است. تنها مردم افغانستان ایتو نکنه، هموطنان ما یک تعداد که چشم پت کنه و دهان باز کنه برشنا چرا نیست، چرا خواب هستین؟ هموطنان عزیز، ما خواب نیستیم، ما هم قربانی بشری بیتیم هم قربانی مادی. در طول 6 ماه گذشته 39 پایه برق وارداتی منهدم شده که به خاطر دوباره سازی و ترمیم آن در حدود 1 میلیون دلار این هزینه برداشت است. در پالوی از اینکه مردم ما به تکلیف شده و با کمبود برق مواجه شدیم و همچنان وقتی که برق قطع میشه، شما میدانین که شرکت برشنا چقدر ضرر میکنه؟ در هر فی ساعت اگر به شکل اوسط 400 میگاوات برق قطع شوه، شرکت برشنا 2.7 میلیون افغانی در فی ساعت زیان میبینه. شما ای را باز ضرب کنین به روز، باز به هفته، باز به ماه، که چقدر میشه؟ ای را کی میبرداره؟ دقیقا که مردم افغانستان. 80% برق ما وارداتی است، از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران ای را وارد میکنیم
و سالانه در بدل خرید این برق ما در حدود 270 میلیون دلار که پول کمی نیست ای به کشورهایی که از وا برق میخریم بر از وا تحویل میکنیم. اگر ما ماه ده ماه پول از وا را برشان تحویل ننمایم سر ما باز جریمه تاخیر میآید، دیگه هم جریمه میشیم. پس اگر ما خواسته باشیم که ما مردم هر کسی که هستیم و در یک جغرافیای واحد زندگی میکنیم و به نام افغان یاد میشیم، باید از تاسیسات ملی خود. این تاسیسات مربوط به قوم نیست، مربوط به یک ولایت نیست، مربوط به قشر نیست، بلکه مربوط به تمام ملت افغانستان است و یک سرمایه ملی است. چون همه مردم افغانستان از این برق استفاده میکنه و اگر ما برق نداشته باشیم، خب شما میدونید که چه حال داریم ما. بله، گپ دیگه ای است که اگر برق وارداتی نداشته باشیم، واقعا یکی خب تمام پرسنل برشنا ما ناراحت هستیم و تیم تکنیکی ما شب هنگام با خطرات مختلف مواجه میشه، تهدید میشه، خطر می میباشه، در یه آفتاب سوزان کار میکنه، در روزهای عید در ساحه بودن دو سه ماه میشه که یا خانه های خود نرفتن به خاطر از اینکه یک پایه را جور میکنن دو تا را دوباره منهدم میسازن. بنان یا مجال از اینجا نداره که یا خانه های خود بره همونجا کار میکنه. ولی ما باز هم وقتی که برق وارداتی قطع میشه از دو منبع که برق آبی نقلوس از او استفاده میکنیم، برق دستگاه حرارتی است او را فعال میسازیم در حالی که او برای ما بسیار گران تمام میشه از لحاظ مالی، ولی زندگی مردم ما، مشکلات مردم ما برای ما خیلی مهم است و ما از امکانات ناچیز برای ساحات رهایشی به شکل نوبتوار و برای شفخانه ها، مراکز صحی و فابریکات تولید اکسیژن به شکل توامدار برق تامین میکنیم. هموطنان ما حق دارن انتقاد بکنن، ولی انتقاد نه، انتقاد بمورد نه، انتقاد برجا تا که خودی از یا همکار نباشه، در شناسایی دشمنان مردم افغانستان که پایه های برق منهدم میسازه به نیروهای امنیتی، به شرکت برشنا و در کل به حکومت خود همکار باشند و همچنان صرفه های برقشان، یا معمولا شاکی هستند که برق نداشتیم سر ما اینقدر پول آمده، ما میگم که وقتی که میتر خان بل برق شما را پشت خانه تان آورد شما یک بار بل برق مشاهده بفرمایید. خب آقای نیازید بعضی ها شاید در این فکر باشه که در این هیچ بل برق نمیده چون که برق نداشتیم. بله، خب اون نظر به این نیست. ما در برنامه های قبلیم گفتیم که معیار محاسبه بین شرکت برشنا و یک مشترک برق امو میتر است. بله. یا یک کم تکلیف به خود بته امی بل برق ببره با میترش سر بته، میتر خود روغ نمیگه. بله. اگر باز هم یا شاکی هستن که میتر خراب است، میتر برش لابراتوار میکنیم و اگر باز هم میتر خراب بود میتر جدید میتیم. اگر میتر خان خیالی اچ در پشت میتر نرفته، میتر نخوانده، در خانه خود ششته، ارقام و اعداد رسانده، او را هم مستند بسازه و یا هم کنم عدد از اشتباه شده از میتر خان، او را بر ما مستند بسازه، ما او را هم اسلام سازیم. اگر قصدن میتر خان میتر خیالی خوانده و در پشت میتر نرفته، او را ما مطابق قانون مجازات میسازیم. بسیار خوب. خب بیبرقی نه تنها تمام شهر کابل افغانستان را تاریک ساخته، بلکه ضربه بزرگ است به اقتصاد افغانستان و میخوایم در مورد این هم بیشتر با شما صحبت داشته باشم آقای نیازی که شرکت برشنا از نزدیک با کدام نهادهای امنیتی صحبت کردن، نهادهای امنیتی دولتی در قسمت مشکلات بیبرقی و منهدم شدن پایه های برق؟ بله، ما مثل که قبلا گفتم با وزارت محترم امور داخله، امنیت ملی و با نهادهای کشفی وزارت محترم دفاع، همچنان با نمایندگان مردم مختلف افغانستان در رودسی جرگه که این پروسه ادامه داره، همچنان با مردم محل صحبت کردیم که در این راستا به کسی اجازه نده که پایه‌های برق منهدم بسازه. یکی خو این بدنامی است برای مردم محل که چرا تنها از یک منطقه بار پایه‌ها منهدم میشه. ده. و هم
خود دموساهایی که پایان منهدم میشه مردمش میبرق میشه، خود از زیاده تاریکی زندگی میکنه. این صحبت ها را داشتیم و این را ادامه میتیم. ما باز هم ملاقات های خواهیم داشت با نمایندگان مردم در ولسی جرگه و در مشران جرگه که در کل حکومت افغانستان به این متوجه باشه. ما شرکت برشنا تنها به تنهایی خود کار کرده نمیتانیم که تمام مسئولیت حکومت بگیریم. ما جزء حکومت هستیم و یک شرکت کوچک هستیم. ما نمیتانیم که وزارت امور داخله را مجبور بسازیم که در چوکات خود اصل مکافات و مجازات عملی بساز، ولی باید عملی شود. و توقع امامی است که از رهبری جدید وزارت امور داخله و همچنان وزارت محترم دفاع و همچنان از ریاست عمومی امنیت ملی که در صفوف خود اصل مکافات و مجازات رعایت و عملی نماید، وقتی که در اداره اصل مکافات و مجازات نباشه، منصوبان همو اداره وظایف خود را به شکل درستش و مطابق به قانون او را انجام داده انجام نمیدهد. پس اصل مکافات و مجازات باید رعایت شود، عملی شود، تا از یک طرف منصوبان امنیتی، کشفی و استخباراتی متوجه وظایف خود شوند و از طرف دیگه ما دیگه شاهد منهدم شدن پایه های برق و بی‌برقی نباشیم. انشالله آرزومند است همین گونه باشه. آقای نیازی که بالاخره موبایل ما با چارچر مونده است، ما در طرف دفتر نبیم اون چارج کرده بیم. انشالله آرزومند است ما تمام مشکلات حل شوند. انشالله به خاطر خواستیم یک چند لحظه لبخند بر لب شما بیم. همون خستگی از شیرش ما هم معلوم میشه که در مدت این شش ماه با این قدر مشکلات زیاد و مشکلات بیبرقی طبیعی است که شرکت برشنا هم کوشش خود داره، ولی قسمی که آقای نیازی اشاره کردن دفتن قضاوت دفتن بر علی یک فرد یا یک نهاد گفتن، یک چند بار فکر کنین که شاید هم نهاد هم کوشش همیره داره. بالاخره شرکت برشنا هم کوشش همیره داره که خانه های ما روشن باشه و همه ما در برق بودن برق زندگی کنیم و در روشنایی زندگی کنیم. دیگه ارزو هستم شما هم همکار باشین. ممنون از شما آقای نیازی. حرف دارین میفهم بفرمایید. بسیار تشکر. حرف آخری ما این است که قربانی های شرکت برشنا را مردم افغانستان که واقعا مردمان احسان فراموش نیستند او را فراموش نکنند. ما سه نفر کارمند خود جدیدن از دست دادیم، شهید شدند. با شما خودم که ما یک سخنگوی هستیم باید از پشت میز برای مردم اطلاعات برسانیم، مگر نه. ما هر باری که اتفاق افتاده پایمون هدم شده ساحه رفتیم، با پای زخمی خود در سالنگ رفتیم تا برای مردم اطلاع رسانی بکنیم و از نزدیک برش نشان بدیم که این دشمنان مردم افغانستان در این تو یک موقعیت پایه برق منهدم میسازه و در این تو یک منطقه کوهی و صعب العبور کارمندان ما با مشکلات فراوان کار میکنه. بنان خواهش مایی است که قضاوت درست بکنه مردم افغانستان. تنها ما انسان ها هستیم، باید امیزاهمات بخش تکنیکی ما نادیده گرفته نشود و از هموطنان خوش میخوایم که باز که همکار باشند، همکاری کنند. ما انتقاد بجا را میپذیریم و انتقاد بجا اصلاحات به بار میاره. از ادبیات نادرست در صفحات مجازی اجتناب ورزند که کار نادرست است، بخاطر از اینکه یک نهاد تا حد امکان و با تمام قوت وجود خود کار میکنه، ولی باز که وقتی که از طرف برخی از هموطنان ما واکنش منفی ببینه باز انرژیش کمتر میشه و از هموطنان خود میخواییم که از لحاظ تحویلی بل برق خود، صرف برق خود با شرکت برشنا همکار و همگام باشه تا ما بتوانیم خدمات بهتر و منظمتر و اطمینانی برشان برسانیم. بسیار سلامت ممنون شما. همیشه موفق باشین آقای نیازی. تشکر. ممنون از تک تک شما خوبان عزیزانه که در طول این یک هفته خیلی خوب ما را همراه بودین و امروز هم روز پنجشنبه است. همه ایتون یک جمعه خوب و خوش داشته باشین. اما بخش بعدی را فراموش نکنین که آقای بشیر سیرت که شان مسئول برنامه اسلامی رادیو تلویزیون خورشید هستن بخش حیات عشق تقدیمتان میکنن. شما هم بیننده باشین تا سلام و فرصتی دوباره علایار مددگار تمامی شما عزیزان.
سپاس از همراهیتان. انشالله که روز خوب را پیش رو داشته باشین. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید را همچنان فراموش نکنین. الله یار و مددگار همتان.